دوستان عزیز، میخوام در این کلیپ یک مقایسه عالی از انواع آب آشامیدنی داشته باشم. میپردازیم به مقایسه و مزایا و معایب چند نوع آب. واقعا کدوم آب برای نوشیدن مناسب تره؟ آب شیر، آبهای داخل بطری، آب مقطر، آب هیدروژنه، آب قلیایی یا آبهای جوشانده؟ خیلی از آبهای معدنی در تبلیغات متعدد ادعا میکنن که مواد بسیار زیادی در آبهای بسته‌بندیشون وجود داره. ولی این ادعا واقعا تا کجا درسته؟ این کلیپ به شما کمک میکنه تا پی ببرید که بر اساس شواهد علمی و داده های تحقیقاتی کدوم آب برای نوشیدن از همه مناسب تره و بهداشت و مزایای عالی تری برای بدن شما داره. پس کانال ما رو سابسکرایب کنید و با ما همراه باشید. آب شیر. در اکثر کشورها آب شیر توسط دولت ها تامین میشه. این نوع آب مناسب برای پخت و پز، تمیز کردن منزل و شستن لباسه. منفعت این آب ارزان بودن و دسترسی آسان اکثر ما به این آبه. ریسک های استفاده از این آب چیه؟ این آب برای نوشیدن امنه، اما طی یک مطالعه 5 ساله روی این آب مشخص شده که این آب حاوی بیش از 500 آلاینده مختلفه و در بسیاری از کشورهای پیشرفته ماده‌ای به نام فلوراید برای حفظ سلامت دندان‌ها به این آب اضافه میشه. به هر حال این آب طبق این مطالعات حاوی آلودگی‌هایی و کاملا تمیز برای مصرف خوراکی نیست. آب بطری‌ها. آب‌های بطری که در فروشگاه‌ها فروخته میشه قابل حمل هستند و هر زمان که تشنه هستید میتونید بخرینش. این یک نوع آب خوب برای نوشیدنه. منفعت این آب دسترسی راحت در هر مکان به این آبه. اما ریسک‌های استفاده از این آب. بیشتر این آب‌ها همون آب شیر معمولی ولی فیلتر شده هستند و همچنین مواد نگهدارنده که به بسیاری از این آب‌ها اضافه میشه و ماده بسیار مضری برای بدنه. مشکل بعدی این آب‌ها بسته‌بندی اونها در ظروف پلاستیکیه و اینکه این ظروف پلاستیکی مشکل اصلی برای محیط زیست هستند و باعث آلودگی محیط زیست میشن. اگر این بطری‌ها در زیر آفتاب نگهداری بشن یا داخل فریزر یخ بزنن، مواد سمی پلاستیک وارد آب میشه و باعث میشه این نوع آب سرطان‌زا بشه و همچنین در بسیاری از این آب‌ها سدیم اضافه میشه که برای افرادی که فشار خون بالا دارن یا ناراحتی‌های قلبی اصلاً مناسب نیست. بعدی آب، آب مقطره. آب مقطر به نوعی آب گفته میشه که دیونیزه شده، یعنی یون‌ها و مواد معدنیش حذف شده است. در واقع یک آب کاملا خالصه. به معنای واقعی کلمه هیچ چیزی در این آب وجود نداره، نه خوب نه بد. یعنی هیچ گونه آلودگی، باکتری، مواد معدنی یا مواد مغذی نداره. این آب بیشتر در آزمایشگاه‌ها و کارخانجات استفاده میشه. اگه شما دنبال یک آب آشامیدنی کاملا پاک هستید، انتخاب خوبیه. منفعت این آب دارای بالاترین درجه خالصی و تقریبا استریله. و اما ریسک های استفاده، این آب هیچ گونه خطری نداره چرا که بسیار تمیزه. البته باید توجه کنید مواد معدنی و مغذی اصلا توی این آب موجود نیست. نوع بعدی آب، آب هیدروژن است. این آب حاوی مولکول های هیدروژنه و میتونه به عنوان آنتی اکسیدان قوی عمل کنه. این آب میتونه رادیکال های مضر بدنتون رو آزاد کنه و در نتیجه شما کمتر به بیماری و التهاب دچار میشید. همچنین میتونه سرعت پیر شدن رو هم کاهش بده. طبق مطالعاتی که بر روی این آب انجام شده، معلوم شده که این نوع آب التهاب‌های مربوط به بیماری پارکینسون رو هم کم می‌کنه. آیا این آب ضرر هم داره؟ تنها ضرر این آب گران قیمت بودنشه که به دلیل منفعت‌های درون این آب قیمتش رو افزایش دادن. و البته بعضی از ادعاهای بزرگ نسبت به این آب ممکنه حقیقت نداشته باشه. نوع بعدی آب، آب قلیاییه که البته در منزل هم قابل تهیه است. این نوع آب سطح پی اچ بالاتری نسبت به آب معمولی داره و پی اچ این آب از 8 به بالاست. تحقیقات جدید مدعیه که این آب میتونه منفعت‌های سلامتی زیادی داشته باشه. نوشیدن آب‌های قلیایی در کل امنه، اما مواد معدنی و مواد مغذی کمی در این آب وجود داره که این فاکتور باعث شده این آب اهمیت خودش رو از دست بده. این آب پی اچ بالا داره، ولی اگر آبی از پی اچ 7 به پایین داشته باشه یعنی اسیدی و خطرناکه. ولی این آب از این نظر منفعت‌های خوبی داره و در وضعیت خوبی قرار گرفته. این آب اسیدی نیست و قلیاییه.
با نوشیدن این آب شما میتونید pH بدن رو به حالت طبیعی برگردونید و مشکلات مربوط به اسیدی بودن بدن رو از بین ببرید. مواد و غذاهای ناسالم از جمله مصرف الکل، قهوه، نمک، شکر تصفیه نشده و غذاهای چرب باعث اسیدی شدن بدن میشن و عواملی چون سردردهای همیشگی، شکم درد رو به همراه میارن. مصرف این آب میتونه این حالتهای اسیدی رو از بین ببره. سموم از بدن شما با این آب دفع میشه و کلن برای سلامت کبد هم انتخاب خوبیه. این آب در از بین بردن سموم بدن مفیده، ولی مواد معدنی و مغذی کمی در خودش داره. یک لیمو رو به 8 تکه تقسیم کنید و درون یک پارچه آب بریزید. لیموها باید به مدت 8 تا 10 ساعت در دمای اتاق در آب خیس بخورن و حالا شما با این کار تونستید یک آب قلیایی رو در خونه بسازید. زمان مصرف این آب 30 دقیقه قبل از غذا یا 2 ساعت بعد از غذاست. و اما برسیم به آب جوشیده. این ارزان‌ترین و مؤثرترین روش برای تصفیه آب خانگیه. شما با این کار و قرار دادن آب در دمای بالا اکثر پاتوژن‌ها و میکروب‌های آب را از بین بردین. این آب کاملاً تمیز و سالمه. شما میتونید مطمئن بشید که در آب شما دیگه میکروب وجود نداره. اما دقت کنید که جوشوندن آب نمیتونه مواد شیمیایی، نیترات‌ها، سرب‌ها رو هم پاک کنه. اونها با جوشاندن از بین نمیرن و خیلی از ما هم ممکنه طعم این آب رو اصلا دوست نداشته باشیم. جوشوندن آب روش خوبی برای از بین بردن آلاینده های شیمیایی در آب نیست. خب دوستان گرامی، طبق گفته های بالا آب هیدروژنه به خاطر وجود آنتی اکسیدان ها مفیدترین آب این لیست به نظر میاد. آبی مناسبه که کاملا پاک و بدون میکروب باشه. هر کدوم از آبهایی که معرفی کردیم مزایا و معایبی داشتن و بعضی از این آبها مثل آب قلیایی فقط سموم را از بدن خارج میکنن اما مواد مفیدی برای بدن ندارن. در کل آب هیدروژنه توصیه ما به شما برای انتخاب سالمترین نوع آب و آبی که میتونه شما رو از خیلی از بیماری ها دور کنه. شاد و سلامت باشید و حتما برای ما در بخش کامنت ها نظرتون رو در مورد این انواع آب ها بنویسید.